سلام خدمت خانم ها و آقایان و همه کسانی که برنامه تلویزیونی پیام جوان رو میبینن. امروز میخوام در مورد مردی صحبت کنم که زبان فارسی رو مدیون تلاش او هستی و میدونیم او کسی نیست به غیر از حکیم ابوالقاسم فردوسی. قبل از اینکه در مورد فردوسی صحبت کنم، یه سری مطالبی هست باید مقدمه تن عرض کنم. نهضت شعوبیه نهضتی بود که در پرورش فردوسی ها نقش داشت، یعنی این نهضت در برابر عرب وایساد. اعراب با شعار برادری و برابری اومدن ایران، ولی وقتی مسلط شدن این شعار رو فراموش کردن. ایرانی شد عبد و عبید و بنده و موالی عرب. این داستان خیلی معروفه، همه میدونن و شنیدن و خوندن. نهضت شعوبیه از ایرانیان پاکدل و صادق علیه این جریان شکل گرفت. به تمام بزرگان ایران از قرن سوم و چهارم پنجم عضو نهضت شعوبیه بودن، از جمله فردوسی. و این مبارزه با اعراب، نه با اعراب، مبارزه با هجوم عرب بر ایران، وگرنه با عرب کسی دعوا نداره. مردم محروم عرب مثل محروم ایران میمونه، هیچ فرقی نداره. در هر صورت این یه گوشه از کار بود. ابو علی سینا ها، خوارزمی ها، همه اینها از نهضت شعوبیه مایه گرفتن و بزرگ شدن. نکته دیگه که باید بگم اینه که قبل از اینکه کار بزرگ سرایش شاهنامه به دست فردوسی بیفته، 5-6 نفر این تلاش رو شروع کرده بودن. مثلا یادگار زریران که ملک الشعرای بهار از پهلوی ترجمه کرد به زبان فارسی یکی از اینها بود. کارنامه اردشیر بابکان، خداینامه، شاهنامه ابو مؤید بلخی، شاهنامه مسعود مروزی و آخر شاهنامه دقیقی طوسی از جمله کتابهایی بود که فردوسی در اختیار داشت. یعنی تمام کتابهایی که قبل از فردوسی چه به نثر چه به نظم جمع شده بود، نوشته شده بود، در اختیار داشت. و در جاهایی هم میبینیم که همسرش که گویا زبان پهلوی هم میدونسته در کمکش میاد، که به موقع عرض خواهم کرد. نکته دیگری که باز باید بگم اینه که مازندران وقتی در شاهنامه میاد، مازندران امروز نیست. دو تا مازندران داشتیم، یکی در شرق یکی در غرب دنیا. به این رو در کتابهایی که در سالهای اخیر شناخت فردوسی منتشر شده نقشه‌ای داره که این دو تا مازندران شرقی و غربی رو که هیچ کدوم در ایران امروز نبوده نوشته، به تصویر کشیده، به موجوده. مازندرانی که امروز داریم از قرن پنجم منوچهری اولین کسیه که از این مازندران اسم میبره. این هم بحثیه که باید دوستان در نظر داشته باشن که اشتباه نکنن. با یه خورده مطالعه بیشتری میتونن به مازندران هایی که فردوسی به کار برده بیشتر آشنایی پیدا کنن. البته دیگه الان از قرن پنجم به بعد در تمام ادبیات فارسی مازندرانی که گفته میشه همین مازندران خودمونه. در تمام کتاب ها نوشته منطقه‌ای که امروز ما مازندران بهش میگیم بیشه نارون، بیشه تمیشه و طبرستان اسم داشته در تاریخ باستان.
از قرن پنجم به بعد که مازندران میشه مازندران خودمون. و اما فردوسی در کار شاهنامه وقتی شروع کرد، در روزگاری که زبان شیرین پارسی در حال فراموشی بود و فرامین حکام به زبان عربی صادر می شد، به شعرا برای ساختن قصاید متنتن عربی با هم مسابقه می گذاشتند. مردی قد برافراشت تا زبان پارسی را از چنگال زبانهای بیگانه نجات دهد. فردوسی طوسی، مردی که خون پاک آریایی در شریانش جریان داشت و از اضمحلال ایران بزرگ رنج می برد، تمام هستی به عمر خود را بر سر این سودا نهاد. او یک تنه در دنیای چاپلوسی و تملق، در دنیای کرنشگران پرچم عصیان برافراشت. او ثابت کرد که یک مرد می تواند ملتی از پادر آمده به شکست خورده را از جای برانگیزد. او نشان داد که یک شاعر همیشه باید نقش پیشروترین عنصر اجتماع را ایفا کند. فردوسی تمام دردهای روانکاه خود را، فریادهای شورانگیز و مردانه خود را از زبان قهرمانان داستانهای خود به گوش مردم به دشمنان ایران فرو خواند. او فرمان محکومیت حکام غارتگر عرب را که به هیچ چیز ما رحم نکردند از زبان سردار ایرانی رستم فرخزاد در میدان جنگ قادسیه صادر می کند. او از قول رستم فرخزاد به برادرش می نویسد، در واقع وصیت‌نامه شه، میگه چو با تخت منبر برابر شود، همه ذکر بوبکر و عمر شود. شود بنده ای بی هنر شهریار، نژاد و بزرگی نیاید به کار. ز ایران و از ترک و از تازیان، نژادی پدید آید اندر میان. نه ایران نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. ز شیر شتر خوردن و سوس مار، عرب را به جایی رسیده است کار. که تاج کیانی کند آرزو، تفو بر تو ای چرخ گردون تفو. کار فردوسی تنها از این جهت مهم نیست که خون ملیت را در عروق مردمی شکست خورده به جوش آورده و به آنان بزرگی و افتخارات گذشته را یادآوری می کند، بلکه او در میدان سخن مردی است با هزار سیما، گاه در میدان ستیز نقاش ماهری است که تمام صحنه های جنگ را، پیکارها را تصویر می کند و صدای چکاچاک شمشیرها از خلال کلمات به گوش خواننده می رساند. خوانندگان بینندگان توجه دارن که این علم رو فونتیک می گن. مثلا فرض بفرمایید در تمام جاهایی که احتیاج هست صداهای شمشیر باشه، از کلمات خشنی استفاده می کنه. مثلا بمالی چاچی کمان را به دست، به چرم گوزن اندر آورد شست. ستون کرد چپ را و خم کرد راست، خروش از خم چرق چاچی بخواست. اینجا تمام کلمات خشنن، صدادارن، ولی وقتی میخواد یه بزمی رو توصیف کنه میگه همی بوی مشک آید از بوی او. تمام کلمات لطیفه. گاه مانند پدری فرزند مرده، در داستان رستم و سهراب مویه می کند و اشک از چشم روزگار جاری می سازد. به گاه چون حکیمی بزرگ ابنای زمان را درس می دهد، زمانی مجالس بزم را توصیف می کند. نشان دادن این همه صحنه های مختلف و متضاد
در یک وزن عروضی بسیار مشکل است. ولی فردوسی با تسلط به فونتیک کلمات هر کدام را در جای خود می نشاند که گویی برای همونجا ساخته شدند. آنجا که میدان جنگ را توصیف می کند از کلمات خشن و صدادار، و آنجایی که مجلس بزم را توصیف می کند کلمات لطیف و بی صدا هستند. سهارا بیابان است، ولی سهارای ما بزرگترین و مجهزترین فروشگاه در شمال کالیفرنیا است که با ارائه بهترین گوشت تازه 100% حلال، نان تازه روزانه همراه با هزاران محصولات غذایی منحصر به فرد در زیر یک سقف جهت ارائه به هموطنان گرامی گرد آمده است. رستوران سهارا با عرضه بهترین و لذیذترین غذاها و کبابهای ایرانی با سرویس سفارش تلفنی میزبان شما و عزیزانتان در شهر دابلین بریا خواهد بود. تلفن تماس اریا کد 925 999 8242. و اما مسئله این که آیا فردوسی شاهنامه را برای خوش آمد سلطان محمود ساخته افسانه بیش نیست. فردوسی از اوان جوانی به ساختن شاهنامه علاقمند بوده، به 35 سال برای تنظیم آن رنج برده و حتی در آخر عمر وضع زندگی او نیز از نظر مادی بد بود و به جز دو نفر که خود از آنها به نیکی یاد می کند کسی به او کمکی نکرده و در کمال ناکامی و تنگ دستی شاهکار بزرگ به گنجینه ادبی ما را به پایان رسونده. خودش میگه بزرگان و بادانش آزادگان نشستند یک سر همه رایگان، نشسته نظاره من از دورشان، تو گویی بودم پیش مزدورشان. جز احسنت از ایشان نبود بهرم، بکفتم در احسنتشان زهرم. سر بدرهای کهن بسته شد و زنبند روشندلم خسته شد. کنون خورد باید می خوشگوار که می بوی مشک آید از جویبار. هوا پر خروش و زمین پر ز جوش، خنک آن که دل شاد دارد بنوش. درم دارد و نان و نقل و نبید، سر گوسفندی تواند برید. مرا نیست این، خرم آن را که هست، ببخشای بر مردم تنگ دست. این زبان حال مردی است که در سیاه ترین دوران زندگی ملت ما برای زنده کردن سنت‌های باستانی در تلاش بوده و به روزگار آنهایی که نان و نقل و نبیدی داشتند و میتوانستند سر گوسفندی را ببرند به لقمه غذای عادی بخورند حسرت میبرده و با در نظر گرفتن این که در جوانی صاحب باغ و خانه و زندگی بوده. بعد از اتمام شاهنامه در 60,000 بیت آن را برای سلطان محمود میفرستد که شاید بعد از آن همه سختی آخر عمری را به رفاه بگذراند. ولی سلطان محمود که خود را از تمام شاهانی که در شاهنامه آمدند بالاتر میدانسته، به گذشته از آن او را با گبران و مجوسان سر و کاری نبوده، فردوسی را میرنجاند و صله‌ای که شایسته او باشد به او نمیدهد. او هم هجونامه سلطان محمود را میسازد و بعد انتشار آن مخفی میشود. در مورد اینکه بعد از انتشار هجونامه به کجا رفته نظرها مختلف است. مورخین هر کدام او را در یک جا پیدا کردند، ولی مسئله کلی این است که فردوسی به خاطر نجات زبان و ملیت ما همه چیز خود را فدا کرد و عاقبت هم در عسرت و تنگ دستی چشم از جهان پوشید. خیلی کتاب ها در مورد هجونامه سلطان محمود نوشته شده، خیلی ها میگن ساخته بوده ولی پاک کرده شسته به خواهش بزرگان، خیلی ها میگن نه دوباره پاک نویس کرده. در هر صورت مونده مقداری که من به مناسبتی خونده بودم اینو. در هر صورت فردوسی در آخر عمر به جایی میرسه
که میگه بپوش و بنوش و بگیر و بده، ولی بهر پیریت چیزی بنه. مبادا که در دهر دیریستی، مصیبت بود پیری و نیستی. خود در پیری از آن چه میترسیده دوچار میگردد، فرزندش جوان مرگ می شود، به خود از گوش کر و از پا فلج می شود و در سال 411 چشم از جهان می بندد. در پیری خود میگه دو چشم و دو گوش من آهو گرفت. آهو به من یه عیبه، نقصه. دو چشم و دو گوش من آهو گرفت، توهی دستی و سال نیرو گرفت. قرنها خواهد گذشت، تقدیر و تحولات زمان، دیگرگونی هایی در تمام مظاهر اجتماع به وجود خواهد آورد. بسیار کسان به نام شاعر بر اریکه شهرت تکیه خواهند زد، ولی بعد از گذشت زمانی نامی از آنها نخواهد ماند. این فقط فردوسی طوسی، دهقان‌زاده طوسی است که پی افکنده از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. به تا زمانی که خورشید نور می پاشد و اثری از تمدن و بشریت وجود دارد، نام او به گنجینه گرانبهایش چون تاج افتخاری بر تارک ادب و هنر ایران و جهان خواهد درخشید. در مورد فردوسی خیلی ها شعر ساخته، خیلی ها کتاب نوشتن. در مورد جشن سالگردی که در دوره پهلوی اول میخواستن بگیرن در جای دیگری صحبت کردم، ولی حیفه که اینجا هم نگم. پهلوی اول در سال 1313 میخواست هزاره فردوسی رو جشن بگیره. نخست وزیرش فروغی بود، بهش میگه که شما این همه آدم دعوت میکنی، هر کدوم بیان میخوام فردوسی روزگار ما رو ببینن، اون ملک و شعرهای بهاره، او رو شما اصفهان تعبید کردی، چی بگیم به اینا؟ میگه بریم باش صحبت کنیم. میگه خودت برو. به فروغی میگه خودت برو باش صحبت کن، بهش بگو دست از بازیات بردار، از خریشتون بیا پایین، برو بنشین درس بده، کتاب بنویس، من کاریت ندارم. البته میدونیم که یه بار ترورش کردن، عوضی کشته شد، واعظ قزوینی به جاش کشته شد، او زنده موند. وقتی زنده موند تبعیدش کردن. خلاصه فروغی راضیش میکنه که بیاد و بره بنشینه کتاب تصحیح کنه، دانشگاه بره تدریس کنه. فردوسی هم، میگم فردوسی معذرت میخوام، ملک و شعرهای بهار هم اومد یه چهار خطابه‌ای برای رضا شاه ساخت. او رو نصیحت کرد که چه کار بکن، چه کار بکن، چه کار بکن. اون مثنوی که ساخته چهار خطابه اسم داره، نام داره، عنوان داره. با این بیت شروع میشه: شاه جهان پهلوی نامدار، ای تو ز شاهان جهان یادگار. از این به بعد همه او رو نصیحت کرده که چه کار بکن، چه کار بکن، قبل از تو کیا بودن، این کارا رو بکن اسمت میمونه. و واقعا هم رضا شاه خیلی کار کرد. درسته قانون اساسی و مشروطیت رو زیر پا گذاشت، ولی کار هم کرد. بهار دو سه تا قصیده در مدح فردوسی ساخت و همون در همون جلساتی که همه بزرگان بودن خوند. من اونو میخونم، ولی دو بیت اصلی این قصیده خیلی آب برمیداره به قول امروزی ها.
او در اون کنگره خطاب به فردوسی میگه تو را ثنا کنم و بس، تو را ثنا کنم و بس، که از این دغل مردم همی نبینم یک تن که مستحق ثناست. ثنا کنیم تو را تا که زنده ایم به دهر، که شاهنامت ای شهر مرد محیی ماست. یعنی نجات دهنده، زنده کننده. قصیده اینطور شروع میشه: سخن بزرگ شود چون درست باشد و راست، کسر بزرگ شد از گفته بزرگ رواست. چه جد چه هزل در آید به آزمایش کج، هر آن سخن که نپیوست با معانی راست. شنیده ای که ز یک بیت فتنه ای بنشست، شنیده ای که به یک بیت کینه ای برخاست. سخن گر از دل دانا نخواست زیبا نیست، گرش قوافی مطبوع و لفظ ها زیباست. کمال هر شعر اندر کمال شاعر اوست، سنی دانا انگاره دل داناست. چو مرد گشت دنی قولهای اوست دنی، چو مرد بالا شد گفته های او بالاست. سخاوت آرد گفتار شاعری که سخیست، گدایی آرد اشعار شاعری که گداست. کجا تواند یک تن دو گونه کردن فکر، جز آن که گویی دو روح در تنی تنهاست. به صد نشان هنر اندیشه کرده فردوسی، نعوذ بالله پیغمبر است اگر نه خداست. درون صحنه بازی یکی نمایشگر، اگر دو گونه نمایش دهد بسی بالاست. یکی به صحنه شاهنامه بین که فردوسی به صد لباس مخالف به بازی آمد راست. امیر کشورگیر است و گرد لشگرکش، وزیر روشن رای است و شاعری شیداست. مکالمات ملوک و محاورات رجال همه قریحه فردوسی سخنارا. برون پرده جهانی ز حکمت است و هنر، درون پرده یکی شاعر ستود لغاست. به تخت ملک فریدون، به پیش صف رستم، به احتشام سکندر، به مکرمت داراست. به گاه پوزش خاک و به گاه کوشش آب، به وقت هیبت آتش، به گاه لطف هواست. عطابهاش چو سیل دمان نهنگوبار، خطابهاش چو باد بزان جهان پیماست. بزرگوارا فردوسیا، به جای تو من یک از هزار نیارست گفت اون چه رواست. دریق کس پس یک عمر خدمت وطنی، ندید چشمم یک جز و زن چه دل میخواست. ز پختکاری اغیار و خام طبعی قوم، چنان بسوخت دماغم که دود از اون برخواست. ثنا کنیم تو را تا که زنده ایم به دهر، که شاهنامت ای شهر مرد محیی ماست. این گوشه ای از زندگی فردوسی. داستان های مفصلی در شاهنامه هست و من درباره یک داستانش میخوام صحبت کنم چند دقیقه، و اون داستان رستم و اسفندیاره. در سال 1334 استاد روانشاد شاهرخ مسکوب در زندان درس شاهنامه برای ما گذاشته بود. او پیرامون داستان رستم و اسفندیار برامون این داستانو خوند و بررسی کرد.
من بارها شاهنامه رو خونده بودم قبل از اون، ولی وقتی روانشاد صحبت کرد من احساس کردم اصلا نخوندم، ندیدم. مسکوب بعدن تمام اون رو که به ما درس داده بود در کتابی به نام مقدمه‌ای بر داستان رستم و اسفندیار چاپ کرد که نسخه‌ای که من الان دارم چاپ 18 مال 20 سال پیشه، بدون شک الان به چاپ 50 رسیده این کتاب، برای اینکه زیباترین مطلب رو در این کتاب آورده. داستان رستم و اسفندیار میدونیم که گشتاسپ پدر اسفندیاره، لهراسپ پدر گشتاسپه. این پدر و پسر یعنی لهراسپ و گشتاسپ، گشتاسپ در جوانی میخواسته جای باباش بنشینه، باباش قبول نمیکنه، میره خلاصه از کشور خارج میشه، با کمک رومیا میخواد برگرده بیاد بابا رو سر به نیست کنه، جاشو بگیره. که لهراسپ خلاصه تاج و تخت رو براش میفرسته، میگه این تاجت، برگرد بیا، من با تو جنگ ندارم. میاردش به ایران. گشتاسپ کم کم باباش هم کنار میذاره، خودش پادشاهی رو میگیره. این مرد به هیچ وجه دوست نداشت که سلطنت رو به پسرش که اسفندیار بود بده. چند بار او رو میفرسته این بر اون بر، به این جنگ، به اون جنگ، یک جنگ برای فتح دین، یک جنگ برای کشورگشایی. همیشه هم بهش میگفته از این جنگ که برگشتی دیگه حکومت رو میدم به تو، سلطنت رو میدم به تو، میرم کناری میشینم. اسفندیار هم همه جا میره و پیروز برمیگرده، این باد میمونه چه کار کنه. آقای روانشاد مسکوب در این مورد مینویسه چنین است گشتاسپ در شاهنامه، یعنی آدم خونخوار، آدمی که به هیچ وجه نمیخواد سلطنت رو به پسرش بده، اما در اوستا پادشاهی پارساتر از گشتاسپ نیست. او جان پناه زردشت و نخست مجاهد این دین اهورایی است. اوستا در ستایش گشتاسپ خیلی حرف زده، ولی تاریخ اینه که این آدم یه خونریز جباری بود. آخرین دامی که براش میچینه اینه که میگه برو رستم رو بیار، در حالی که رستم همیشه خودش میومد در پایتخت، میگه نه، برو حتما دستاشو ببند و بیار. اسفندیار میگه آخه رستم که بزرگ مردیه، چرا دستاشو ببندم؟ من میرم میارمش، اگه نیومد به زور میارمش. میگه نه، باید دستاشو ببندی. میگه برای چی آخه؟ او که این همه شمشیر زده، این همه خدمت کرده، کمک کرده. میگه نه، او فکر میکنه که چیزی هست، من میخوام غرورشو بشکنم، بیاد اینجا. اینقدر میگه که اسفندیار را میفته، را میفته، میاد پیش رستم. رستم ازش استقبال میکنه، میشنن، گپ میزنن، حرف میزنن. من لیدا کوچسپانی در رابطه با امور مهاجرت، سیتیزنشیپ، گرین کارت و امور مربوط به سوشال سکیوریتی با توجه به شرایط و موقعیت سنیتان شما را با دقت و پشتکار یاری میکنم. شماره تلفن 408-269-722-823. برای اطلاعات بیشتر با من تماس حاصل فرمایید. در کتاب‌های درسی ما قدیم یادم میاد
این داستان رستم و اسفندیار رو برامون گذشته بودن، ولی چقدر قشنگ خلاصه کرده بودن. یادم میاد که وقتی این دو تا دلیر روبروی هم قرار میگیرن، هر کدوم چقدر محترمانه با هم صحبت میکنن. مثلا رستم داره حرف میزنه، میگه که گفتت به اسفندیار، میگه که گفتت برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند، اگر چرخ گردنده اختر کشد، که هر اختری لشکری برکشد، به گرز گران بشکرم لشکرش، پراکنده سازم به هر کشورش، مرا خاری از خواهش و پوزش است، و از این نرم گفتن مرا کاهش است، ببینی تو پرداز مردان هنر، چو من تاختن را ببندم کمر، تنت بر تک رخش مهمان کنم، به گرز و به کوپال درمان کنم، که از آن پس تو با نامداران مرد، نجویی به آورد گه در نبرد. اسفندیار تعریف میکنه، شنو کارهایی که من کردم، ز گردن کشان سر برآوردم، نخستین کمر بستم از بهر دین، توهی کردم از بت پرستان زمین. میگه تو بیا با من، من همه چی اونجا بت میدم پیش بابام، به ایران و توران تو را شه کنم، ز تو دست بدخواه کوتاه کنم. رستم میگه که من هر کاری بگی میکنم، ولی دستامو نبند. میگه جز از مرگ، جز از بند یا رزم چیزی مجوی، چنین گفتنی ها به خیره مگوی. رستم هم میگه نه. بعد فردوسی میگه ببینیم حالا فردا چی کار میکنن، ببینیم چه پیش میاد، ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخور آید همی بی سوار، و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. در جنگ های مختلف اسفندیار چند تا تیر میزنه به رستم. خب اسفندیار میدونیم که روینتن بوده، روینتنیش به خاطر این بوده که موبد بزرگ او رو تو آبی فرو برده که بدنش ضد هر چیزی باشه، روینتن میشه. البته این روینتن رو همه ملت ها دارن، این یک افسانه ایه. انسان بیمرگ، انسان روینتن. آشیل مثلا فقط پاچنه های پاش روینتن بوده، اونم به خاطر اینکه اونم وقتی میخواستن غسل تعمید بدن، اون دوتا پاچنه های پاشو گرفتن و کردنش توی آب، همونجا جای دست موبد بوده، آب نرسیده، هر چیزی اونجا بزنن او رو میکشه. اسفندیار وقتی او رو تعمید میدادن چشاشو بسته، در نتیجه چشمش آسیب پذیره. وقتی جنگ در میگیره رستم مجروح میشه و غروب میشه، میرن خونه. زال میگه چی شد؟ میگه هر چی من تیر میزنم به این کار نمیکنه. زال پر سیمرغ رو آتیش میزنه، سیمرغ میاد بهش میگه برو از فلانجا درختی هست گز بهش میگن، این رو بکن بیار، اون تیر گز رو به زهر آب بده و در چشم اسفندیار بزنی از پادر میاد. به رستم هم میاد، همین کارو میکنه، تیرو میزنه به چشم اسفندیار، که اسفندیار سرش میذاره رو زین. میگه بخوردم 160 تیر گزین، بخوردم 160 تیر خدنگ، ننالیدم از دست ناموس و ننگ، بخوردی یکی تیر چوب گزین، سرت را نهادی به قرپوس زین. خلاصه جنگ به این صورت تمام میشه که اسفندیار از چشم کور میشه و اسیر میشه. داستان خیلی دردناک و پیچیده است.
که ایل و تبار گشتاسب علیه او قیام میکنن که مرد تو برای این که پسر تو سلطنت بشندی همه این کلکار چیدی دیگه، ولی دیر شده بود. به او با ذلت و خاری مرد گشتاسب. البته به داستان به پایان میرسه بدون این که اسفندیار به سلطنت برسه. این خلاصه ای بود از داستان رستم و اسفندیار که گفتم انشالله در برنامه های دیگه باز در این مورد صحبت خواهم کرد. قربان شما، خدا حافظه. تبلیغات شما با بخش بازرگانی پیام جوان رساتر از همیشه، فراتر از مرزها، همراه با آخرین تکنولوژی روز در مجله، اینترنت، تلویزیون و تلفن همراه برای همگان قابل دسترسی است. با ما باشید تا همیشه جوان باشید.